شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از اونتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، کشورهای عربی در دیدار با بلینکن خواستار آتش بس شدن. فکر می‌کنین که این کشورها، کشورهای عربی، چقدر توان این رو دارن که در جنگ حماس و اسرائیل به نوعی تاثیرگذار باشن؟ خدمتتون درود میفرستم خانم خیرخواه گرامی و همه بینندگان مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که حداقل در شرایط فعلی به نظر من نمیرسه که کشورهای عربی بتونن با این فشاری که دارن به آمریکایی ها میرسن به نتیجه خاصی برسن. این فشاری که اونها دارن به آمریکایی ها میارن تنها در صورتی میتونه نتیجه پذیر باشه که حماس حداقل برای مدت مشخصی موشکباران اسرائیل رو متوقف بکنه و شاید در اون مرحله باشه که امریکایی ها فعالیتشون برای اینکه یک وقفه بشردوستانه و نه لزوماً یک آتش‌بس بشردوستانه اتفاق بیفته. البته همونجوری که در گزارشتون هم بود، اگر تعداد زیادی از گروگان‌ها کشته یا زخمی شده باشند در نتیجه عملیات اسرائیل، احتمالاً دولت اسرائیل تحت فشار افکار عمومی خودش هم قرار خواهد گرفت. پس چند جنبه مختلف داره این قضیه. آقای خلدی، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که داشته گفته که آتش بس باعث تجدید قوا و در واقع به نوعی سازماندهی مجدد حماس میشه. چقدر با این نظر بلینکن شما موافق هستی؟ خب طبیعتاً نظر آقای بلینکن بر اساس داده‌های اطلاعاتی و امنیتی هستش که امریکا و اسرائیل هر دو دارن، ولی اینکه مقامات حماس بیان و در تلویزیون‌های عربی این گونه بی‌شائبه و با کمال جسارت اعلام بکنن که ما حملاتی مثل حمله 7 اکتبر رو علیه اسرائیل تکرار خواهیم کرد، موقعیت امریکایی ها رو در برابر اسرائیل طبیعتاً در یک موقعیت خاصی قرار میده که امریکایی ها نمیتونن به اون صورت فشار بیارن به اسرائیلی ها. بنابراین متاسفانه حماس و رهبرانش کماکان حتی در پروپاگاندایی که دارن بیشترین لطمه رو به در واقع مردم غیر نظامی غزه وارد میکنن. یک نکته دیگر هم که من اینجا لازم من خدمتتون عرض بکنم این هستش که طبیعتاً بمباران‌های اسرائیل در منطقه پرتراکمی مثل غزه دارن تلفات میدن، ولی اگر این آشکار بشه که تلفات در اون سطح 9000 نفر 10000 نفری که حماس داره اعلام میکنه نیست و یه مقداری کمتر از اون هست، این دوباره مسئله رو مشکل میکنه برای اینکه آمریکایی ها بتونن اسرائیلی ها رو برای وقفه بشردوستانه متقاعد بکنن. جناب خلدی، من یک سوال دیگه هم داشتم. با توجه به اینکه در واقع اکثر رهبران شاخه سیاسی حماس در قطر هستن، شما روابط اسرائیل و قطر رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ چرا اسرائیل در این زمینه قادر به یک فشار مؤثر، تاثیرگذاری مؤثر بر قطر نیستش در این شرایط؟ خب یک دلیل خیلی مهمش این هست که قطر به عنوان، و این واقعا مربوط به مسئله انرژی هست، از قطر یکی از بزرگترین، یعنی یکی از 3 یا 4 بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع هست در دنیا و در نتیجه یک قدرت خیلی عظیم انرژی داره. اما مسئله دیگه‌ای که وجود داره این هستش که قدرت تبلیغاتی قطر در جهان عرب برای شکل دادن افکار عمومی با استفاده از شبکه الجزیره سالها هست که جا افتاده. و نکته سوم هم این هستش که در شرایط فعلی عملاً قطر داره از قضیه فلسطین به نفع خودش به عنوان یک حامی مردم فلسطین استفاده میکنه و عملاً رقیب اصلی قطر در منطقه، یعنی عربستان سعودی، خواهان این هستش که روابطش نرمالیزه و عادی بشه با اسرائیل، نمیتونه در این شرایط با قطر واقعا گارد بگیره. بنابراین سوالی که وجود داره این هستش که آیا ایالات متحده با توجه به حضور نظامی که در خلیج فارس داره آیا بتونه
قطر رو وادار بکنه که در واقع موضع دیگه ای اتخاذ بکنه، مانند کمک کردن به آزادی گروگان ها، ولی اون هم در این کوتاه مدت 3-4 روز آینده به نظر من ممکن اتفاق نیفته. ولی این پرسشی که شما فرمودید به نظر من یک پرسشیه که واقعا کارشناسان باید بیشتر بهش توجه بکنن. بله، سپاس از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واتلو از اونتاریو همراه ما بودید.